سرخط مهمترین خبرها. یک خبر جالب در مورد گلبدین حکمتیار. شورای سازمان ملل متحد نشست درباره وضعیت زنان در افغانستان برگزار می کند. و طالبان یک خبرنگار را در کابل بازداشت کردند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. گلبدین حکمتیار، مهره سوخته. گزارش از خبرگزاری اشت صبح. گلبدین حکمتیار پس از مدت سکوت دوباره به سخن آمده و در مورد قضایایی که مطابق میلش پیش نمی رود اظهار نظر کرده است. او از اینکه مخالفان طالبان در بیرون از افغانستان فعال شدند و می خواهند خودشان را بسیج کنند ناراحت است. به باور او موقف امریکا در قبال طالبان تغییر کرده و به همین دلیل مخالفان رژیم مستقر در کابل جان گرفتند. حکمتیار که طالبان به او اهمیت قائل نمی شوند، هرگاه در حال کمدلی زیاد با طالبان دارد، گلایه هایش از این گروه نیست، به گونه مطرح می کند و جویای معلومات در مورد مسائل می شود که طالبان لازم نمی بینند با او در میان بگذارند. به نظر می رسد حکمتیار بین رضایت از رژیم طالبانی و رنجش و نارضایتی از آن در نوسان است. رویه او به گونه ای است که همزمان می تواند هم گلایه شمرده شود و هم دفاع غیر مستقیم. گاهی امریکا را به دخالت در امور افغانستان متهم می کند که این در واقع دفاع از طالبان است و گاهی هم شکایت های نرم و ملایم از این گروه می کند و خواستار رسیدگی به آنها می شود. حکمتیار در اظهار نظر تازهش نیز از چیزی که به آن اشاره شد استفاده کرده است. هم از نشست های مخالفان طالبان در ناروی، تاجیکستان و اتریش ناراحت است و از این بابت که در خلای دلاتی به سر می برد و مجبور است به آوازه ها و شایعات اتکا کند، رنجیده خاطر به نظر می آید و خواهان وضاحت در مورد برخی از قضایاست. واقعیت این است که حکمتیار به دلیل شرکت در جنگ های ویرانگر تنظیمی و عملکردهای شب طالبانی در گذشته سیاستگر نیکنامی نیست و به همین دلیل نه در میان مردم از محبوبیت بالایی برخوردار است و نه کشورهای دخیل در بحران افغانستان اهمیت زیادی به او قائلند. حتی پاکستان به عنوان کشور که حکمتیار زمان نازدانی سیاسی مورد اتکایش بود مدت‌هاست به او توجهی نمی کند. رابطه طالبان با حکمتیار نیز در گذشته به حد خوب نبوده که این گروه به او و حزبش اعتماد کند. در حال حاضر نیز طالبان نسبت به حکمتیار اعتنایی ندارند. او دیگر به مهره سوخته مبدل شده است و به همین دلیل بیشتر از زمان دیگر تلاش دارد فراموش نشود و عوامل دخیل در بحران افغانستان در کنار دیگران او را هم جدی بگیرند. وقتی حکمتیار میبیند که مخالفان قدیمی و همیشگیش اینجا و آنجا فعالند و برای انسجام جبهه ضد طالبانی تلاش میکنند، او از درد به خود میپیچد. حکمتیار عقده بسیار عمیق از برخ رقبای سیاسی گذشتهش از جمله احمدشاه مسعود دارد، فرمانده که نگذاشت حکمتیار به بخش زیاد از آرزوهای تمامیت خواهانه و قومگرایانهاش در افغانستان دست یابد، چه پیش از سقوط کابل به دست مجاهدین و چه پس از آن. حالا که پسر مسعود تلاش دارد راه پدرش را ادامه دهد و شمار از کشورها نیز به او توجه میکنند، حکمتیار بیشتر از طالبان رنج میبرد و چاره ای ندارد جز اینکه سکوت خودش را بشکند و بر حریفان سابقش حمله ور شود. گویی دردهای او بیشتر از طالبان است و به همین دلیل گاهی کاسه داغ‌تر از آش می شود. تمامیت خواهی فرصت طلب. کارنامه سیاسی گذشته حکمتیار با تمامیت خواهی جمع شده است. تکویی های سیاسی او در گذشته نه تنها افغانستان را به خاک خون کشاند، بلکه خود را نیز منزوی و فراری کرد. ماندن او در کنار طالبان به همین دلیل است که دو در تمامیت خواهی و قومگرایی از دیگران پیشی می گیرند و در برابر کسانی که شورشم را به چالش می کشند و خواهان حکومت فراگیر با حضور تمام اقوام و جریان های سیاسی هستند، از یک سنگر به مقابله می پردازند. اگر امروز مخالفان طالبان و حکمتیار در حال بازسازی و بسیج خودشان هستند تا در برابر تمامیت خواهانی و از حقوق خود دفاع کنند، حکمتیار و طالبان اگر سکوت پیشه کرده و واکنش نشان ندهند باید تعجب کنیم. با این حال حکمتیار سیاستگر فرصت طلب است
و همواره سعی داشته از هر امکان برای دستیابی به قدرت سیاسی و مطرح شدن بهره برداری کند. در دوران که هنوز دولت مورد حمایت غربی ها در افغانستان روی کار بود، حکمتیار در یک پیام ایدی علیه هزاره ها خط و نشان کشید و هشدار کوچکباری آنان را داد. اما برخلاف این هشدار، او حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال که شاخه جدا شده از حزب اسلامی به رهبری حکمتیار خوانده می شود، با محمد محقق از رهبران هزاره و عبدالله عبدالله از رهبران جیریانی که حکمتیار سالها با آن جنگیده است، دست به ائتلاف سیاسی زد. حکمتیار با فتوا دادن علیه هزاره ها تلاش داشت احساسات قومی پشتون ها را تحریک کرده و میزان محبوبیتش در میان آنان تا حد بالا ببرد و به این بهانه عده‌ای از اعضای ارشد حزب اسلامی را هم با دور خود جمع کند که نتایج چندان مثبت در پی نداشت. شورای امنیت سازمان ملل نشست درباره وضعیت زنان افغانستان برگزار می کند. قرار است نشست درباره وضعیت دختران و زنان افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 20 قوس پشت درهای بسته برگزار شود. بر اساس اطلاعاتی که به رسانه ها رسیده، فوزی کوفی، اصیل وردک، فعالان حقوق زن در این نشست حضور خواهند داشت. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل در این نشست پیشنهادهای مطرح شده در گزارش فرستاده مستقل دبیرکل این سازمان را بررسی کند. گزارش فریدون روز چهارشنبه هفته عقرب با امضای آنتونی گودریش دبیرکل سازمان ملل به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. در این گزارش های خروج طالبان از انزوای بین‌المللی و شکست بن‌بست، عدم شناسایی رژیم این گروه در صحنه جهانی به طالبان نشان داده شده است. در گزارش آمده که به تعهدات بین‌المللی و آغاز فزاینده منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر با عادی سازی روابط جهان با طالبان خواهد انجامید. طالبان یک خبرنگار را در کابل بازداشت کرد. خانواده عبدالرحیم محمدی خبرنگار در کابل می گوید که اداره استخبارات و طالبان او را بازداشت کرده است. برادر آقای محمد به رسانه ها گفت برادرم روز دوشنبه گذشته پس از تماس اداره استخبارات طالبان به خانه بر نگشت و ناپدید شد. این خانواده می گوید محمد رحیم خبرنگار تلویزیون تمدن در کابل بود. برادر محمدی گفت که تلاش مسئولان تلویزیون تمدن و نهادهای محلی حامی خبرنگار برای آزادی این خبرنگار ادامه دارد. با این حال هنوز تلویزیون تمدن در این مورد چیز نگفته است. طالبان نیز تا اکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. در حالی که فشار بر رسانه های غیر دولتی و کارمندان آنها در افغانستان رو به افزایش است، فدراسیون خبرنگار مهاجر افغانستان خواستار همکاری نهادهای بین‌المللی با خبرنگاران افغانستان شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چنل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.